سلام، ممنونیم از نگاه پرمهرتون، از استقبال بی‌نظیر و کامنت‌های دلگرم کنندتون. همین ابتدای برنامه لازم چند نکته رو عرض کنم. نکته اول این که چیدمانه قدم اول از یک مسیر طولانی رو برداشته، پس به حمایت‌های بیش از پیش شما برای بهتر دیده شدن قطعاً نیاز داره. نکته دوم، چیدمانه هیچ گونه الگوبرداری از برنامه‌های داخلی و خارجی نداره، پس با پیشنهادات شما در صفحه مجازی برنامه روز به روز به سمت بهتر شدن قدم برمی‌داریم. نکته سوم، قرعه کشی جوایز چیدمانه. ما در پایان وقت مقرر شده شرکت در مسابقه هر قسمت، یعنی 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید، به صورت نرم افزاری قرعه کشی می‌کنیم و شما در ابتدای قسمت جدید نحوه قرعه کشی و نتایج اون رو می‌بینید تا از صحت و سقم اون اطمینان حاصل کنید. این رو هم اضافه کنم که چیدمانه فقط یک شوی نمایشی در قالب مسابقه است که شما از دیدنش لذت ببرید. هرچند تلاش میکنیم تأثیر مثبتی در نگاه شما به چیدمانه منزلتون هم داشته باشیم. چیدمانه یعنی تغییر، چیدمانه یعنی تنوع برای بهتر دیده شدن. پس بریم سراغ قرعه کشی چیدمانه. اولین برنده بن تخفیف 20 میلیونی از مبیران. بریم سراغ برنده دوم. و قرعه کشی آخرین برنده خوششانس چیدمانه. امیدواریم شما هم یکی از برندگان قسمت بعد باشید. خب، قسمت هفتم رو دیدین که چه اتفاقات و چالش هایی رو شرکت کننده همون حدیث میر امینی و عبدالله روا پشت سر گذاشتن. عبدالله فجرسین و حدول محل القیاس الدین بالاخره تونست جواب بله رو بگیره و با رقص عربی شادی پس از بله رو تکمیل. حدیث و عبدالله هر دو نشون دادن تعادل خوبی در وی آر دارن، اما با خواست خودشون سقوط و مرگ رو تجربه کردن و چالش مخمسه رو خیلی نترس ادامه دادن. داورهای محترم و شما بینندگان گرامی هم به شرکت کننده های عزیزمون امتیاز داد که امتیاز کسب شده در برنامه 630 و میانگین جمع امتیازات ارسالی شما مخاطبین عزیزمون 728 شد که جمعاً میشه 1358 امتیاز. فعلا با حدیث و عبدالله خداحافظی میکنیم تا ببینیم قسمت جدید چه کسانی با هم همتیمی میشن و این قسمت قراره چه اتفاقات. میزبان برنامه مریم مؤمن. دلم میخواد از این شهر شلوغ و پرهیاهو به یه جایی پناه ببرم، یه جایی که تک تک وسیلهاشو خودم با عقل و قلبم چیده باشم، جایی که وقتی دارم با مشکلات دست و پنجه نرم میکنم با فکر کردن به اونجا دلم قرص بشه، حالم بهتر و بهتر بشه. برای همه تون همچین جایی آرزو میکنم.
سلام، من مریم مؤمن هستم. اینجا چیدمان است. روال ما دو تا شرکت کننده داریم. الان تشریف میارن. امیدوارم که حدستون درست باشه. مرسی که ما رو برای تماشا انتخاب میکنید. دمتون گرم. البته که من قسمت 8 رو دوست دارم، چون عدد 8 رو دوست دارم و برای من که خیلی خوش اقباله. برای شما چطور؟ حدستون درست بوده یا نبوده؟ ببینیم. ساده شده دیگه، 6 نفر بیشتر باقی نموندن. شما میتونید از بین این 6 تا انتخاب بکنید، نه 20 تا. پس ببینیم کدام خانوم بله تو قسمت 8 هنرنمایی خواهند کرد. خانوم متین ستوده در کنار کدام آقا؟ حدس شما کدام یک از هنرمندان بازیگر ایرانی است؟ 8 قسمت با باربود بابایی. به به، باربود عزیز، من خیلی دوستش دارم. منم با شما سورپرایز شدم. اجازه بدین بریم ببینیم قسمت 8 رو. قسمت 9 رو خواهش میکنم لطف کنید از همین الان فکر بکنید که کدام یک از هنرمندان میزبان شما در چیدمان خواهد بود. خانوم متین ستوده، من افتخار دارم این سریال باش کار کردم. خیلی خانومه و میدونم که خیلی برای کارش زحمت کشیده، همینطوری تو این صنف نیومده و من جنس بازیشو خیلی دوست دارم و خوشحالم باش هم تیمیم. باربود بابایی یکی از دوست داشتنی ترین، یکی از با معرفت ترین آدم های این حرفه است. به نظر من که از هر لحاظ واقعا درجه یکه. قبل اینکه هم تیم باشیم دوستیم، میشناسیم همدیگه رو تا حدودی. این کمک میکنه به این در واقع دوئلی که میخوایم انجام بدیم با تیمای دیگه. خیلی خوشحالم از اینکه قرار با هم این بازی رو انجام بدیم. هم تیمی شدن من با متین ستوده عزیز کلن کارو در میاره. میگم بهتون چرا، چون جفتمون جنگنده ایم، جنگجوییم. از ثانیه ثانیه زندگیتون لذت ببرید، تو لحظه زندگی کنید. بریم بهتره کنیم، کارو ببندیم. خوشحالم میبینم. چه تیم خفنی. اسم انتخاب کردیم؟ نه، قرار شد همین شروع کردیم یه ذره بریم جلو ببینیم چه خبره. یه اسم جذاب. یه اسم جذاب برای ترکوندن و جمع کردن همه امتیازات و در واقع تخریب گروه های قبلی. بله، اینطوریه. فعلا با اسم اولیه آپاچیا میایم که ببینیم. خوبه. البته مثلا ببین، ما میتونیم چیزام باشیم دیگه، یاکوزا باشیم دیگه. یا سامورایی. نه، سامورایی میگن یه سامورایی همیشه بالاست. آره، یا سامورایی همه جا ژاپونه. همه جا ژاپن کرد. بفرمایید. چرا؟ خیلی خوش اومدین. خیلی مخلصین. چقدر خوشگل دکورتون، فضاتون جذاب. خیلی همه چی قابل بازی رو می‌بریم. ما چقدر امرو بازی می‌بریم. آقا خیلی ادعا دارین. اصلا نگم براتون. متین شما لوری دیگه، درسته؟ بله، اصالتاً از سمت پدری. من دلم می‌خواد به افتخار شما و همه لورای ایران یه موسیقی لوری بنوازید. بچا یعنی بهتره کنید، آبروداری کنید. ماشاءالله. بچه‌های پایستانی دست. مرسی. باریکالله. ما بعدش هستیم. بله بله بله. راضی بودین؟ اون قسمت برارونم خیلی هن هزار هزارن. اون قسمت میشه. Oh,
باریکلا و یه من خواهش کنم که به افتخار لرستان زیبا قوم لر لرای دوست داشتن که در تاریخ ایران بهترینن یه تشویق جانانه ماشاءالله. ببخشید خانم مومن اسخای میکنم آقا میخواین بیاین اجرا کنین من برم اونجا با مسئولان جسارت مسابقه بدم؟ من میخوام با خانم ستوده تمام امتیازاتو جمع کنیم بریم خونمون. برای شما هم یه سورپرایز داریم. چی میگین؟ اصالتاً کجایی؟ ما پدر تهران، مادر تهران، ولی از سمت مادری به تفرش زیبا میرسیم، استان مرکزی شهر تفرش. اجازه بدین که ما تهرانیو بپذیریم. پس خودتون تقدیم کنیم به تهرانیا. به همه تهرونیای عزیز. آخه تهران یه شکلی شده که الان تهرونی خیلی نداریم. نه. خیلی کمن. ولی به تهرونیا. هر کی تو پایتخت زندگی میکنه تاج سر منه. عاشقشم. تهرونیا به افتخار خودتون. بریم بچه‌ها. افتخار تهرونیا بریم. خیلی 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 یکی از سازندگان قدر پروژه‌های ساختمونی که برخلاف ظاهر سختگیرش خیلی با شرکت کننده ها مهربونه. فقط وقتی که از انتخابای شرکت کننده ها خوشش نیاد امتیاز گرفتن ازش میتونه خیلی سخت باشه. سروناز شریفی مهندس معمار با تجربه که توی کارش خیلی جدیه. شرکت کننده ها باید حواسشون جمع باشه که بتونن با انتخاباشون نظر خانم مهندس رو جلب کنن. ایمان خدابخش یکی از کارشناسان موفق فروش املاک که با وجود نگاه تیزبینش توی امتیاز دادن به شرکت کننده ها خیلی دست و دل بازه. داورامون رو دیدیم. میخواییم بریم باشون یه سلام علیکی داشته باشیم؟ صد در صد. سلام علیکم. سلام. خدا قوت. سلام. چطورم؟ حالم خوبه؟ بله. آقا باربود شما که همیشه خوبی. سلام. ولی من بهترم. سلام. سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید. بریم ببینیم چی کار میکنید. خدا نگهدار. خیلی خوش میگذره با این چالش. واقعا خوش میگذره. باید بامزه باشه. بافتنی. باید بامزه باشه. بافتنی. یعنی خلاقیت خیلی مهمه. نه الان که کامبا نداریم. کوک زدن. من کلمه میگم به شما. شما یه قصه ای تعریف میکنید. کلمه. بله. بریم برای انتخاب جعبه ها. بریم. شما بگو. یک. بفرمایی. بریم. با کی شروع کنم؟ میخوام من شروع کنم. فرق نمی آره حتما بفرمایید. امتحان رفتم سر جلسه کنکور که امتحان بدم. خوابم برد. طرف اومد بیدارم که آقا شما اومدی امتحان بدی برای چی میخوابی؟ گفتم ببین من کنکور اومدم فقط به فامیل بگم که من اومدم. شفق قطبی. یکی از سوالای کنکور این بود که شفق قطبی چیست؟ خب اصلا تمام کتابایی که من خونده بودم این شفق قطبی نبود. گفتم شاید اسم فامیل کسی باشه. فکر کردم خدای کاش که حداقل نوشته بود شفق قطبی نیست. چپ. بعد تو فامیلمون که اینا رفته بودن شفق قطبی رو ببینن، اینا ماشینشون لب شفق قطبی چپ کرد. افتادن تو شفق قطبی. لب شفق نرید هیچ وقت. شفق قطبی لب داره. اینا فامیلمون اونجا چپ کردن. هی چپ کردن بعد دوباره کهر. کهر چهر رنگه؟ یه دو رنگه؟ آره به در برد پاشد رفت چهر. آره دیگه تو امتحانه فهمیدیم که یه شخص فامیل اینا عذاب در اومد. از اون اتفاق جون سالم به در برد رفت کهر سنتی سفر کنه. آخ کهر سنتی. کهر سنتی ببین اگه یه ذره خامه روش بریزی کهر سنتی فوق‌العاده است. یعنی یکی از غذاهای معروفیه که در یکی از کشورهای افریقایی لایه کهر سنتی غذای خیلی خوشمزه ایه. منم تجربهش کردم.
فکر کردم اسم یه محله است، منطقه است، بعد فهمیدم الان مثل اینکه خوردنیه. مثل شفق قطبی که باز سوال کنکور بود، فهمیدم شخصه. که هر سنتی آره، که هر سنتی رو خوردیم، نشستیم یه لایحه قرار بود تصویب بشه، ببینیم این لایحه تصویب میشه یا نه. اکسیر که هر سنتی رو لایحه تصویب شد. تو لایحه نوشته بودن که برای اینکه شما بتونی یه اکسیر برای جوان ماندن جوامع بشری بیشتر بمانند، زودتر نمیرن کشف کنید، بعد که هر سنتی که لایحه رو نوشتی و اکسیر و اکسیر جوانی چیزی نبود جز چغندر. چغندر بابا جوان بمان. تجلی و این که شما چغندر رو میخوری، تجلی تمام رفتارهای قشنگ انسانی با چغندر میاد بیرون. پوشک اومد بیرون. میاد بیرون. اونجاست که پوشک احتیاج پیدا میکنه. میریزه بیرون. باید پوشک ببندی نریزه بیرون. خوشبین. آره بعد خوشبین باشی که اگرم ریخ بیرون رو لباس نریزه. رو فرش نریزه. هم بغل پوشک پس بده. بامداد. چی شد؟ چی؟ بامداد. پوشک رو میبندی تا بامداد. شب که خوابی لازمش داری دیگه. بامداد که شد دیگه میتونی. پوشک رو باز می‌کنی، بعد تازه پوشک رو باز می‌کنی براق میشه. که چرا پوشک رو باز می‌کنی؟ خب تو پس دادی ریختی رو ما تمام پوشک رو، بعد براق هم میشه. اصلا این به خدا کار غلطی. یعنی خدایا چقدر چرت و پرت گفتیم. چی شد؟ حالا شفق قطبی که هر اینا تا چی هست؟ که هر سنتی خیلی که هر جای اسم مکان یه خوردنیه. نه که هر رنگه. تو چرا اصل زده روش خوردی؟ تا شما داریم با هم دیگه بحث میکنیم، بریم ببینیم امتیاز داور رو چقدر. آره حالا یه چیزی بگم. آنچه که من و متین جان ستوده چیدیم کنار هم دیگه، سعی کردیم به فانتزیش نزدیک بشیم تا به معنیش، ولی واقعا اون کسایی که میدانن که چغندر بسیار جذابه برای سلامتی. حالا جوانی نه ولی سلامتی. چغندر بخور و پوشک هم حتما داشته باشن. چغندر سفت ببندید. بچه هستی که کار میزنه پرت میریزه بیرون. چغندر رو دادید به بچه قرمز میشه، پوشک رو میذارید پرت میشه. بعد بزرگ سالان پس نیاز ندارم. بعضی از بزرگ سالان که هی تصمیمای غلط میگیرن و تپه ها رو میدر نبندن دیدن، اونا هم باید ببند. خیلی خوب داوران عزیز، خیلی با اغماز نگاه کردن، کهر رو متوجه نشدن، احتمالاً شفق قطبی هم خیلی متوجه نشدن، ولی خیلی متشکریم. برای اینکه بتونن با این امتیاز خوب خرید بکنن، 460 امتیاز از 500 رو گرفتن. برن برای خرید ببینیم چی میشه. اولین چالش برگزار شد. چقدر بامزه بود. دیدی کارامونو؟ واقعا به من اصلا خیلی خوش گذشت. خواهش میکنم. کلی خندیدم. متشکرم از شما. خیلی خوب، بریم کف پوش و کاغذ دیواری انتخاب کنیم یا نه؟ بریم. کدوم بر بریم؟ این بر بریم. امتیازمون کم نمیشه نه؟ چرا دیگه؟ باید بخریم دیگه. از امتیازتون میخریم دیگه. باید بخریم دیگه. او چی شده؟ کف پوشه؟ پارکت و کاغذ دیواری شماره 1، 2 یا 3؟ دیگه هم رندوم دیگه بگیم. 2. خب بریم کابینتاتون رو انتخاب کنیم. کابینت هم ببینیم. کابینت شماره 1 یا 2؟ یک. میدونم نمیخوای نظر بدیم. من باید نظر بدم نه؟ خانوما میرن تو خونه آماده است. من فکر کنم یک ممکنه بشینه با اون ترکیبی که داریم. من اعتماد میکنم بشه. باش یک. تا بچه ها انتخاباشون رو جانمایی میکنن ما بریم مرحله مثلا. نمیبینم خندم میگیره. خیلی باحال اینطوری هم میره. خیلی شیک جا خالی میده. مثلا محمودم الان غلط میزنم. بریم جعبه وی آر رو انتخاب کنیم بابا، اعصاب نداریم. بفرمید. جعبه شماره 1، 2 یا 3؟ 3.
سه. امیدوارم که خیلی جذاب و هیجان انگیز باشه. به به، تیراندازی. گروه آپاچی ها فعلا که خیلی خوب عمل کردن. امیدوارم بعد از این بتره کنم. رسیدیم به بخش جذاب ویار. قراره ببینیم متین جون اینجا چیکار میکنه. بتره کن. چیکار میخواه بکنه؟ اینو میبینین؟ اینجا رو میبینین؟ این بله بله. تیراندازی میکنن. اینجا... چی میگی؟ بله خب بسرم به کی میزنید شما؟ نگاه کنید آدم حس میکنه یه شخصیت بازیه خیلی جذابه. نمیشه من همینجا وایسم تو بازی کنی البته شما میترسم اینو بزنید تو دهنم دیگه اونو نمیدونم تو سرم اونو که میذاری رو چش دیگه اصلا چند امتیاز داره این بخش؟ 300 امتیاز داره هر باری که تیر با میکنی بذارید بگم چجوری تو میکنه امتیاز از دست بدین. نه من تیر اصلا به کارم نمیاد. میخواییم بگم چجوری امتیاز از دست میدین. سعی کن تیر نخوری. خواهش میکنم. جشن. آماده ای؟ بله. من رفتم. حیف یا خب نما کن بابا. اگزیت. اگزیت. رو بومه. او. فکر کنم متین داره یه اخت بزن آره به در سیف داره متینش؟ تو جا خالی آره کرده تو جا خالی خوبی میده آها این درسته ببین اینجا رو نباید نگاه کنی متین آره امون نمیده آره به شلیک بشه آره کلا آفرین کلا متین سجوده یه دستی بهتر از دو دستی میزنه دست چپش یه خود ضعیف ولی راست خیلی خوب داره میزنه آفرین با اینکه بازی نکرده تا حالا چقدر قشنگ داره بازی میکنه متین باید استفاده بشه واقعا تیراندازی تا متین قبلا تیراندازی کردی من اولین بار تو فنگ ولی میدونین که عاشق بازی متین یعنی این سواله گیمو خیلی دوست این سواله یعنی تو خیابون راه میره تق تق میزنه نه میرم تیراندازی میکنم شما این تصویر رو نبین متین چقدر بامزه میشه نمیبینم خندم میگیره خیلی باحال اینطوری هم میره خیلی شیک جا خالی میده مثلا من بودم من نمیبینم اونجا را آقای بابای شیطونی نکن باریکلا من باریکلا آفرین رفته رفته آف زیاد میشن دشمنا چرا تو ستون نمیره اوه این خورد فکر کنم تو بینی ملاکش بود خون دماغ شد باید اذیتش کنم پس فکر کنم یارو کنی یارو را آخ آخ عالی بود بچه ها متین رو تشویق کنید خواهش می‌کنم تیرانداز یک بینال ولی واقعا متین به نظر من خیلی خوب بازی کرد خیلی. یعنی باری کرد الان داشتیم میدیدیم که من چه شلیک کردم همه رو داشتیم خیلی عالی بود بچه ها اگه میشه این پرهای ما رو جمع کنید لطفا کف زمین بریم بریم بخش بعدی ببینیم داور رو چه امتیازی میدن به متین و باربود آپاچی ها خیلی متشکریم از خانم متین سدوده خوب بود و البته به خاطر اون تیری که خورد داوران عزیز 50 امتیاز ازش کم کردن 250 از 300 برن برای خرید ببینیم چه میکنن خیلی ممنونم که تا این لحظه ما رو تماشا کردین گروه آپاچیا ترکوندن دیدین که خانم ستوده یه بازی بی‌نظیری داشت این گزارشگرای تلویزیونی شدم که دارن چی گزارش میکنن؟ چی؟ فوتبال آره کنم فوتبال آفره. گزارش میکنن خب پنجره رو انتخاب کنید بچه ببین من اونو بیشتر دوست دارم این چون لب دریاست آره کلن اصلا دولت حال نمیده دولت نه سلت بهتر پس همین؟ همین مبارکتون باشه تشریف بیاریم بریم برای انتخاب پرده بله حتی این نکته بگم ها چون محدوده انتخابامون کمه بله خیلی چیزا مثلا تو سلیقه هامون نیست ولی میگیم خب بله. از این چند تا باید انتخاب ببینید بشه این جذابه که شما از بین چیزایی که محدوده سعی کنید هم خلاقیت داشته باشید هم سلیقه داشته باشید همین که فکر شده عمل کنید چون امتیازی که سیف براتون میمونه خیلی مهمه بریم برای انتخاب پرده چی شده؟
اوه. خب این که نه اینم نه از بین این هیچ نظری سه تا من سه من سه سه من سنتر یونایتد اگه شما اوکی هست از بین این سه تا با مبارکتون باشه خواهش میکنم لطف دارید ممنونم شالا به شادی چرخش به چرخه بریم بخش بعد طبق معمول اینا فکر میکنن که رفتن یه جای استراحت کنن پذیرایی بشه ازشون برای من خیلی جذابه میدونین که کلن عاشق اینم که اذیتشون کنم خوش بگذره به مریضی خاصیه نمیدونم امیدوارم زیاد بترسن بارود خیلی همه چیز مشکوکه احساس میکنم ما الان تو مرحله بعدیم نوشته های رو اون آینه چیه؟ نه دورت میگردم من... میگم یه چایی چیزی میخوردیم الان برو آقا چایی بخوریم همه چی از یه عروسک ساده شروع شد چند وقتی دارم کابوس های عجیب میبینم از بچگیم از زمانی که دختر بچه بودم اون موقع ها یادم ساعت 3 هر شب یه صداهایی میشنیدم انگار یه چیزی سر جاش نبود اما این چند شبه هر شب کابوسا دارن سراغم میان از طریق این آیتم من اون خونه رو کابوسامو براتون شبیه سازی کردم مجبور شدم شما رو بیارم اینجا تا دلیل کابوسای هر شب من رو پیدا کنید کاری کنید از این مخمصه که توش گیر افتادم راحت بشم به مخمصه یه چیدمانه خوش اومدید ساعت ببین پشت سرت رو نگاه کن فقط چی؟ یه چیزی پشت سرمون از گل ساعت گفت ساعت گفت کابوسای من وقت شروع شد ساعت سه چالش اول تنظیم زمان بر روی ساعت 3 و دسترسی به کلید کتابخانه و سکه ها برای کشف تکه اول پازل. اون ساعت رو بکنه 3. خب بیا. خودت چرا دست نمیزنی؟ ایرج من دارم فوشت میدم این چیه؟ سکه ها رو من همینجا کلید در به اتاق چالش دوم کشف رمز کمد میز ماشین تحریر با استفاده از سکه ها برای به دست آوردن تکه دوم پازل باز کن نیستی چی؟ یه چیزی پیدا کن سکه بشه بنداخت توش بنداخت توش یه چیزی پیدا کن بشه در به زیر ماشین تایپ بیا
بیا بیا. من فکر کنم کاشتنش یه جا بپره پشت سرم. چالش سوم، به دست آوردن رمز تلویزیون از طریق آینه و قرار دادن جاشمی‌ها بر روی میز و به دست آوردن تکه سوم پازل و کتابچه راهنما. نورو دنبال کن. آینه. تو این تنظیماتش ببین. وای کسافت. زهر مات. دوباره گفت عکس دختر بچه. اگه میشه یه شلوار برای من بیاری. به عکس دقت کنید. کندمش. دختر پشت این. بیا بیا بیا. چالش چهارم، پیدا کردن تکیه آخر پازل از داخل کابینت ها و تکمیل و جانمایی تکیه پازل ها برای اجازه ورود به طبقه بالا. ای بیشور کابینت ها رو خوب بگردید. کابینت عمر گشتی؟ چیه؟ بالا اون بالا رو بگرد. دیگه داری از سبیم. هیچی یکی الان اون بالا قرار به پای شاید هم این بر نه برو من دارم تفروش. یه نه چه خبره؟ خبری نیست عروسک. بشینید فیلمو تماشا کنید. یکی از پای سرمون نیاد بالا. من میزنمش کنم. حالا نگاه با اون آخه چه آسیبی بهش میزنی؟ آشا عروسک برداشت بود اینجا بار بود. نگاه کن عروسک برداشت. عروسکه این عروسکه رو پیدا کنی. ببین اونو میبینی؟ ببین اون عروسکه رو پیدا میکنی؟ تو ببین اون عروسکه رو پیدا میکنی؟ خطرناکه کسی نیاد میخورم زمین. بابا این شعر حافظ نوشته این بود به شرقی تری کسافت. چالش پنجم، به دست آوردن شعر و حل معمای مجسمه ها برای باز شدن درب یخچال. نوست شمال جنوب شرق غرب. خب اصلا فکر میکنم به شرقی ترین چشمان عالم. خب وایسا آدم و هم حجمه سکوت خلاف این ماجرا است. خب این داری تغییر نمی کنه که اون درسته به شرقه. چشم چشمای هم گریان حجمه سکوت خلاف این ماجرا. باز شد اسیر شدیم. باز شد. یک دو سه تا خونه برو عمر توی مربع سفید وایسی. برم به سمت راست. آره یک دو جلویه. آه یک دو سه تو مربع جلوی
از هرچی هست. قرمز اونه. این. یا! یرا! یرا! چی شد؟ بیرش طلوعت. من علاوه این که شلوار رو باید عوض کنم، شلوارم هم جر خورد. اینجا باید برم؟ این چیه اینجا؟ این چیه اینجا؟ چالش ششم. میهمانان با هم همکاری کرده و با استفاده از کتابچه راهنما معمای اتاق شطرنج را حل کرده و از هم جدا می شود و در ادامه برای پیدا کردن عروسک و راه خروج با هم همکاری کرده و معماهای باقی مانده را حل می کنند. باربود! بله! چی اونجاست؟ متین میگه با همتیمیت بگو بره کتاب خونه رو قاب عکس عدد رو بخون حفظ کن بیا به من بگو. پشت سرت متین، پشت سرت. بیست نوزده. چند؟ بیست نوزده. بیست نوزده. باز شد؟ آره 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 آره. مرحله اول دکمه ریموت ای رو بزن. بابا من اینو نمیتونم بخونم. بابا نه یا تو رو به اول فصل کشی ایرج. بابا نه یا تو رو خدا زدیش. به همتیمیت بگو برود طبقه بالا قاب عکسی که روشنه حروف را بخواند حفظ کند برگردد. فهمیدی متین؟ برم بالا؟ لاینه شیر LION آه اینه آره بابا پس داره. تروهت لاین لای لا لا ین آه پیدا کردم آه برو عقب خدا شاهده میدونم میدونم تا اونجایی به جون خودم میدونم لگت میدونم. خب این 20 صاحب روشن میکنی این دو سوه اونور پیچ گوشتی 4 سوه بار بود آیس یه اعصاب برای آدم میذاری شما. ایرج ببین این بچه ها اگه بیان من دیگه این پیچه یا میخ طویله است. الان چی کار داری میکنی؟ عروسک رو پیدا کردم. عروسک رو میخوایم؟ آره بیارش. بچه ها رو را پلم ها مسخره بازی در نیارین. اونجایی؟ آره بیا من نگه دوست. خب من برم یه ملاقاتی با دوستام داشته باشم فکر کنم منو میکشن. آره برم فعلا. برین برو نه دیگه نوره کسی نیست تو برو آقا من این دره رو میبندم. من تمام زانوهام داره میلرزه. دره رو میبندم که اینا نه. خب
اینجا چی میشه الان؟ ما برگشتیم سر جا اول. چرا اینطوری می... لعنت بهت. والا آتیش میگیره. برو 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 برو. نادرم. اینو بزنم. شما دوستای منی. برو بابا. زانو مریم ترکید. بفهمن داشت صدای خنده های تو. وای واسه بیا اینه برد. من داشتم سکته میکردم. بیا اینه برد. ولی اینگاه یه مسئولیتی بود. باید میگم آیتم آخه باید انجامش میدادم. بگیریم چودک منو بدین. چودک من کو انداخت با چودک چیه؟ چودکی که به من میدین بچه امتیاز داره خودش. اونا انداختمش تو حوز. چی شد؟ چی شد اصلا؟ آفرین. گوش دادن. گفتن زهر مار میکشم. بخش عظیمی وقتی که اینو ببینن به من خوش میدن. ببین من مرده بودم. اینجا بودم. دوربینا قدشه. من تکلیف. میخندی؟ عباس میخندی؟ بچه چطور بود واقعا ولی بخش؟ کسافت. اینطوری بود. خیلی باهوش بودی یا؟ خوبه حالا اتاق فرار نرفته بودن. آره واقعا یه واقعا الان استراحت کنید تا اون بر آماده کنیم یه روتوشی بشید و بریم ادامه. روتوش منو ببر زیر دوش. بچه ما معذرت میخوام من کاری به من که حسابی خوش گذشته. انقدر خندیدم الان بچه ها میخوام برن انتخاب کنم بازم خندم میگیره. یاد فوشای آقای بابایی میفتم. جیغای متین. من هنوز یه ذره افت فشار دارم. آره. ولی خوبم. چی شد الان اینجا؟ خب خوش نگذشت اونجا بهتون؟ شکار برخو خیلی. خیلی خیلی شاغلوسمون شکسته. گاز اونم هست. این چی؟ فره تو کار؟ امتیاز بالای کسب کردن همه چیو میخوان. گاز این قشنگتره. این گازو این گاز قشنگتریه. اوکی مبارکتون باشه. متشکرم. بریم بخش بعد. شما بفرمایید. خودتون بفرمایید. بفرمایید. اون چراغ داشت؟ چراغ داشت. این نداره. این اون. یعنی ست سفید رو انتخاب کردیم درسته؟ ست سفید با تلویزیون. کابینتمون هم سفید مشکی فکر کنم اون بهتره. بلک اند وایت. نظر مثبتت منفیه؟ نظر مثبتم مثبت آقا. به خاطر اینکه چیز دیگه ای نیست انتخاب کنم. من با نور زیاد مشکل دارم. وای منم. نظرته؟ منم. آباژور و نور کم یواش ملوه. خب پس میتونیم الان اصلا لوستر انتخاب نکنیم. موافقی؟ آباژور. اگر موافقی که این ایستاده رو انتخاب کنیم من پیشنهاد میکنم اینم کنار میز تلویزیون. تلویزیون رو میز تلویزیون مینیمال و قشنگ. تمام. نظر شما چیه؟ ما انتخابم خیلی قشنگه. مبارکتون باشه. متشکرم. مرسی. متشکرم. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره. نمیگذرم آجی شهرام چیش بریم یه ذره معاشرت کنیم با آقای بابایی و خانم ستوده. خیلی بدون حاشیه بدون دردسر آروم گفتگوی آرومی. اصلا نگران نباشید. اول شما یا شما؟ لیدیز فرست. آها اینجا پس چرا اونجا اول شما بودی؟ خب اونجا گفتم تو جمعه سازی الان هم پس اول غلط کردم کل اول همون بپرس. بهترین دوستتون کیه؟ چند تا دارم؟ یکیشو بگین. نمیشه ناراحت میشن. نه میدونم چند تا. اولی که یو به زبونتون میاد من قطع میکنم همونو بگین. به نظرم ترکیبی بگو. اول اسمای همشونو بچسبون به هم. آره من اصلا نمیگم اسمشون رو بگین. فکر کنین یکی از این بهترین دوستاتون توی جمعن شما یه چیزی گفتین ناراحت شده و داره جمع رو ترک میکنه. چجوری خرابکاری رو جبران میکنی؟ با هر فرمول رفتاری و کلامی که بشه ازش خواهش میکنم. حتی کتک؟ هر جوری بشه. رفاقتتون پایدار.
مخلصیم. اگه شخصیت ماورایی بودی به نظر چی بودی؟ بذار اینجوری جوابتو بدم که چه کاری دلم میخواست بکنم. شخصیت ماورایی یه کاری میکردم که آدم ها، همه آدم ها قدر لحظه های زندگیشون رو بدونن و خوشحال باشن تو هر شرایطی که هستن، راضی باشن، شاکر باشن و خوشحال باشن. اگه روحت برگرده به زندگی و دوباره به حق زندگی بده، دوست داری چه جوری زندگی تو انتخاب کنی؟ انشالا که عمر با عزت و طولانی داشته باشی و هر چی که میخوای از این به بعد به دست بیاری. اینو فکر کن که زندگی تو خودت میتونی چیدمان کنی، چه جوری میچینی؟ زندگیمو چه جوری میچیدم؟ شبیه به یه لگوی رنگارنگی که هر لحظهش یک رنگ شاد و جذابه. خب اگر میتونستم خودم بچینم این شکلی میچیدم، شبیه کارتون، یه انیمیشن رنگی، اینه هانسل و گرتل خونه شکلاتی و خیلی با رنگای شاد، رنگ پر از رنگ. سنگین بود واقعا. بشوره ببره. شما چی؟ توی چیدمان زندگی دلم میخواست از در خونم میام بیرون همه قهقهه بزنن و یه جوری بچینم که هیچکی حالش بد نباشه، تحت هیچ شرایطی، با هر دلیل و مدرکی، همه خوشحال باشه. میگه به پیشگوی اعتقاد نداری، اما پیشگویی برای آینده تو آینده دلخواه و قشنگی دیده. حاضری به اون پول بدی یا نه؟ هرگز. اعتقاد داری خودت تو زندگی شخصی یا نه؟ ابدا. شما چی؟ به پیشگویی؟ بله. یه سری مثل که قوانینی هست که تا یه حدودی میشه پیشگویی کرده، ولی من هم اعتقاد ندارم. نه. پول میدی بهش یا نه؟ اصلا بابت این چیزا خرج نمی کنم، میرم چلو کباب جوش میخورم. بچه کسی هست من فالش ببینم؟ یه جمله هست میگه نه با پول بگیریم اینجوری نمیشه. یه جمله هست میگه دعا تقدیر بگرداند، چون واقعا همین اتفاق میفته. بین باهوشی و شهرت کدوم انتخاب میکنی؟ فقط یکی ها. باهوشی. باهوشی؟ آره. آره. شهرت. خیلی باهوشی. باهوشی. خیلی جذابتره. حالا این سوالی کرد یعنی ما کنزهنیم الان؟ نه. میدونم شوخی کردم. یه مراسم ختم رفتی، یه چیزی میبینی باعث خندت میشه. تا امروز که رو سری رو کشیدم جلو، شونه هم تکون میخورد و همه فکر کردن دارم گرگه میکنم. خبرنگارای عزیز خواهش میشونم. آخه مدل بعضی از گریه هام خیلی بامزه. من مثلا اینو بگم، دو سه هفته پیش پدر یکی از دوستامون فوت کرده بود. ما شبانه چند تا از رفقای همکارمون رفتیم که عرض تسلیت بگیم. اتفاقا یکی از این رفقا تو برنامه شما هم شرکت کرده. خب رفتیم بالا خونه، کفشامونو درآوردیم بریم تو. خب این دوتا از این دوستای بازیگر عزیزمون که میشناسینشون، که یکیشون هم میگم شرکت کرده بود، سن و سالی دارن و یه تریش سفیدی هم دارن و اینا، یکیشون یه جوراب گلگلی قرمز جیغ وحشتناک با اون سن و سال پوشیده بود، یکی آبی شو. میگه سن و سال مادر بزرگا میگن اون آبی شو. بعد اونی که آبی رو پوشیده بود بغل من میگفت نگاه کن اونو، مردی که خجالت نمیشه اون جوراب قرمز چه. گفتم وای، اومد خندم بگیره به جوراب خودش. گفتم ایشو ایشو تو پوشیدی خو، حالا همه داریم اون جورابا رو میبینیم. بعد تسلیت دیدی اون همون فاز است، یه های لب خنده میفته. نمیدونم یه های بدبختی دو پنج دقیقه شیش دقیقه گفتیم اگه اگه زمیدیم ما مرخص بشیم، دیدیم یه ذره دیگه بمونیم احتمالاً کشتنه ما. صوتی کلامی خیلی جدیدن دارم، همش اول کلمه اول میره روی اول کلمه دوم، بعد اول کلمه دوم میاد رو کلمه اول کلمه اول. اول بلا همینجا روبات صلیبی پاره کردی. مثلا رنگ به رنگ شد متی، کناب کنفی میشه کناب تنفی. اسی بگم حالا جلوی دوربین چون که ویدیو داشتم جنبال دوراب ما شکم اینه کلمه دیگه. آقا اس میگه یا راهی خواهم ساخت یا ساخی خواهم راخت. نمیدونم برای من فرستاد یا راهی خواهم ساخت یا ساخی خواهم راخت. ببین حالا برای ما که جلو دوربینیم، نه به عنوان حالا بازیگر، من بیشتر فعالیتم در اجرای
سوتی خیلی چیز به ظاهر خیلی چیز عجیب و ترسناکی میاد، ولی من بهت گفتم خیلی دوستش دارم، به شرط اینکه این سوتی خدای نکرده به فوشی ناسزایی یا این دیام چیزی تبدیل نشه. وقتی مجری میارین بلده چه جوری از نه به والله در بره به جان خودم اسیر شدیم دیگه آقا، جواب نمیده چیکار کنیم؟ بریم بخش بعدی چه کنم؟ یه تیکه دیگه میخوام. ماه مجتبی داره میاد میخونه، مجتبی نخونه الان، مجتبی بخونه. مجتبی بیا. مجتبی شفیعی که میدونید یه کمدین خوشگل باحال، کلی حال دل مردم باش خوب میشه و انقدر حرفه‌ایه و انقدر خفنه. الان میشه شما حس تمرینی این کارا رو بخونی بچه ها ببینن؟ خودم کارو همین نگاه کن. بله بریم بالا. ما اینجا شما نه نه شما اونجا بیستین، ما اینجا دست بزنیم. آقا تا رو خدا داری مسخره. نه به مل ایسکامو گرفت، نه به خدا دیگه. صدا دوربین حرکت عزیزم نفرمه چی بگم؟ اجرا، بداهه، بگیر نیستی وگرنه میگه مافیا همه چیش عزیز دلم. عزیز دلم عشق من مشتبه. بچه ها مشتبه بخونه برامون. بخونه بریم بریم آقا چاکیل ما بریم یه سرات کوچولو بکنم. رسیدیم به آخرین چالش گروه آپاچی. خودتون انتخاب کردی. ناراحت که نمیشین اینو میگم. اصلا. خوبه. من خرجمو با شما خیلی شیک جدا کردم. بله. چالش بسیار سختیه و قبلش عذرخواهی بسیار ویژه میکنم از رفقای خواننده‌ام که نفرمایید. مسابقه است دیگه، من که خواننده نیستم. تلاش میکنیم با خانم سوتو امتیاز جمع کنیم. حالا این بخشم من تلاش میکنم. کلا 500 امتیاز داره. حدس نام خواننده 100 امتیاز داره که به عهده شماست، یعنی شما فقط باید حدس بزنید که خواننده این ترانه کیه. شما برای اینکه متن آهنگ و حفظ باشید 100 امتیاز میگیرید و اکت خوانندگی 300 امتیاز داره. آماده این بریم برای انتخاب جایزه؟ من یه لحظه با مافیا قاطی کردم. آهنگ و رندوم چیکار میکنیم؟ میریم الان جبه انتخاب میکنیم. هر آهنگ جدید قدیمیه وسط معلومی قدیمی داره جدید کی انتخاب میکنه؟ دوستانی که بازی رو طراحی کردن در این جعبه ها آهنگ قرار میدن. نه جعبه رو کی باید شما باید من انتخاب بله. میکنم خانم ستوده ببینم چه میکنی. همه تلاش هم میکنم شیا بخو یا اقبال ممنونم. بریم انتخاب کن. متشکرم. جعبه شماره 1، 2، یا 3؟ جعبه شماره 2. خب من عاشق این آهنگم. کاری از زندگی خواننده افشین مقدم. باریکلا بابا یار ما رو یه تشویق کنی تو رو خدا. صد امتیاز هم به همین راحتی گرفتیم. تمام 20 امتیاز. به به زمستون تن اوریون باغچه چون بیابون درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شفا نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون سلما چه بی تو نشستن زیر بارون زمستون برای تو قشنگ پشت شیشه بهاره زمستون ها برای تو همیشه تو مثل من زمستون این
نداری که باشه لحظه چشم انتظاری. گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی چه سخته، چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون. ماشاءالله آفری بابا، دم شما گرم. به نظر من خیلی خوب اجرا کرد، یعنی کل امتیاز رو بدیم. خیلی مخصوص آقای بابا، کل امتیاز رو بدیم دیگه. سهیه آقای اجازه بده شما موسیقی ریتمیک هم برای ما بخونید. یه ذره شاتر. بله دیگه ریتمیک. شاکریم. بریم بس. بعد اینجا میخواییم بریم تالار. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، نداره. دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، نداره. چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل؟ دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره. وقتی عیده بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگهدار. وقتی عیده چشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار، عزیز خودتو نگه. آخ دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، نداره. دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، نداره. ماشاءالله چه میکنه پای صحنه. ای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. ای دل دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. وقتی ای دل بگی سوی پریشون میرسی خودتو نگهدار. وقتی ای دل به چشون غزل خون میرسی خودتو نگهدار، عزیز خودتو نگهدار. عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره، نداره. دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره، نداره. چرا این در و اون در میزنی ای دل غافل؟ دیگه ناز کشیدن و ناز خریدن فایده نداره، نداره. چقدر عالی. کاکری ما چقدر گرفتیم الان؟ خیلی ممنون. این همه ما با بچه ها ترکوندیم چقدر گرفتیم؟ 200 امتیاز که 100% به خدا این بالای 745 تا داره. حالا 740 تا چون خانم مؤمنه، چون ایرج دیگه دوستمه 700 تا رو به ما بدید. نمیدین همون 200 تا رو بدین بابا، یه سیم الان میگیره بچه. آقای بابا نام خواننده رو درست حد زدن، متن آهنگ رو حفظ بودین 200. بریم ببینیم بقیه امتیاز و داورا چیه. داورای عزیز خدا شاهده بد داوری کنی، ما مجبوریم از اون چیزایی که رو سکوها گفته میشه استفاده کنیم. داور دقت نکنید. داور دقت کن. داور دقت کن. نه منظورش همینه. من گردن میگیرم یکی از داورا رو. نمیشه؟ هزینه پرداخت کنم؟ نمیشه. 200 تا رو بدم یکی از داورا؟ نمیشه. بریم آقا بریم. من دیگه حرفی برگفتم. خدا بریم دیگه. تیمونش بچه‌دامتون. بله باربود جان، با دقت هم به شما امتیاز میدن، حال تو میگیرن. تهدیدمون کرد. امتیاز کامل بهش بدیم. یعنی میخواد رشوه بده؟ نه بابا رشوه نمیخواد بده که. از در تهدید و رشوه با هم در اومد. نه کارش خوب بود خدایی دیگه. بله 500 امتیاز رو گرفت، چون هم درست تشخیص داد و هم حفظ بود و هم خوب کنه. حالا اون آخرش اگر یه خورده تو اوج خراب کرد دیگه بالاخره پیش میاد. بخشیدن 500 امتیاز، برن برای خرید ببینیم چی کار میکنن. مبارکتون باشه. موسیقی
کسی هست برامون ورق بزنه؟ خودتون باید این کار انجام بدین. میدونین که کل 500 امتیاز رو به دست آوردی، یعنی با خیال راحت خرید کنید. آخه یه جوری هم میگه خیال راحت، انگار مثلا 2000 تا فرش اینجا داره لحظه به لحظه حساس‌تر میشه مسئله. آخ آخ صفحه آخر خاطرات نوشته شده یه ورق دیگه بزنیم. نه آخه اینا همش روشنه. خب بعد با پارکت باید روشن انتخاب روشن کرد. باید روشن به روشن میشه. آفرین. پردم که فقط آبیه خوب بود. پس یعنی الان دو تا انتخاب. آخه اون که ربطی نداره بعد به پرده آبی. اون مبارکتون باشه. نرس. بریم غرفه بعدی. آمام. بفرمایید. 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 خب. خب. معنیم خب. تو انتخابمون یعنی انقدر محدوده یعنی... آره دیگه با همین انتخابایی محدودی که دارین یه خونه چیده مشده قشنگ به ما تحویل بدین. اوکی میسپرش به من؟ بله اصلا شک نکن شما. من این میزدارخوری رو با این سرویس مبلمان و اون میز تلویزیون انتخاب میکنم. مبارکتون باشه. تخت خواب که نمیخواییم دیگه. اوه اتاق خالی بمونه هم میخواییم این سرویس خواب رو انتخاب میکنه. اون سرویس خواب. مبارکتون باشه. آقای بابایی اصلا انقدر مشارکت میکنید من خسته میشم. خانم ها در این مقوله حتما خوش سلیقه ترن. ما مورد داشتیم با هم دیگه دعوا میکردن. اصلا بحث نمیکنید. بفرمایید. آروم بفرمایید فقط. بر. خیلی شیر نقش مهمی توی سیف داره. چطوره؟ نظر شما هم همینه خانم مومن. راجبه. شیر خیلی مهمه. من میگم اینا رو ولش کنیم. با اینا بریم. با اینو نه بر اساس نمک میخواین انتخاب کنی؟ بلنده قشنگه بخواه دست اینو بشه قشنگه آقای بابایی نکنه شما سرتون هم زیر اون شیر میشورین بلنده میشه خب میخواه یه تست بکن ببین چه جوریه این شله شله ببین یه جوری خسته شدیم که الان مغزم کار نمی کنه. این قدیمیه یه احوال. این چرا دو تا احوال داره؟ این چیکار میکنه؟ اون چیکار میکنه؟ ببین این از اینجا شیر. شیر میاد. شیر میاد از اینجا. این قامه میده. از اینجا شیر میاد اینجا نسکافه. بچه ها زمان محدوده ها. آن. همین ها خوبه ساده ها. اینم هم خوب بود. همینین. مبارکتون باشه. همین این نقره ایه. این ما این نقره ایه. خیلی خوب مبارک. بهترم است. خیلی مشتاقم ببینم خونه ای که چیدمان کردن چه شکلی میشه. بهتره نگو. چهارده پنجانه مبلیران. آقا دمتون گرم. من دیدم. 206 سکار میگم بله به 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 خوشی دستتون به به گل بود به سبزه نیز آراسته شد این سکو ماشینا رو که میبینید دوستان قیمتش هم بالاست فکر میکنه واسه کیه واسه شماست واسه شما که تو کمپین تخفیف مبلیران در طول برنامه چیدمان شرکت کردید حالا اینا رو که بذارید کنار یعنی بار بندیل چیدمان رو که جمع بکنن میرین تو قرعه کشی مبلیران و انشالله برنده میشید اینو بذارید کنار خود برنامه چیدمانه یه مسابقه داره که شما اگه تو اون مسابقه شرکت بکنید و انشالله برنده بشید به 3 نفر دقت بکنید هر برنامه به 3 نفر کد تخفیفی 20 میلیون تومانی میدن برید خرید بکنید دوباره هم مبلیران حال شو ببرید یعنی اصلا دیگه نمیدونم چی بگم من خودم الو گوشی دستتونه آقا اون سرویس خواب و مبلا رو بفرستین دیگه آره همونه خب خونه تیم آپاچی آماده شده میخوام برم ببینم که چه شکلی شده خودتون مشتاق نیستین؟ چرا؟ آره دیگه باید ببینیم به نظرتون چه شکلی شده؟ این شکلی چه شکلی؟ اینطوری دقیقا همین شکلی همینه با همین فیگور ببین اون جانمایی که انجام شد با اون خریدایی که انجام دادیم البته باز به اجبار محدودیت ها آنچه که انتخاب شد به نظرم باید چیز خوشگلی شده باشه. خب در نهایت ما یک مبل راحتی تک هم اضافه کردیم از اینه که زیر پاش میاد بالا مبل که لم میدن روش زیر لنگی داره آماده ایم بریم ببینیم الان میتونیم بریم ببینیم الان دکمه رو بزن بچرخیم بعد بگم شما تشکیم بزن بچرخیم راحتیم ما خیلی
احساس میکنم اومدم رستوران گردون. خداش حتی با این سرعت آدم بر میگردونه. رستوران برگردونه این. خداحافظ بچه ها. مومن گرامی خداحافظ. باربود گرامی خداحافظ. البته که خیلی گروه خوبی بودن و امتیاز سیفشون هم هنوز بالاست. بچه ها تشریف بیارید لطفاً. دررررین بابا باری کلا به ما بابا باری کلا خدا شد. اگر مایلید میتونید جای هر چیزی که میخواین رو جا به جا کنید، یعنی چیدمانش رو عوض کنید. نه من فقط یه توضیح بدم به تماشاچی ها. از اون سمت که این کل نمادیده میشه شاید فکر کنید که چرا خب الان این مبل پشتش به صحنه است. بله ولی خب من ما اینجا رو در خونه در نظر گرفتیم. بله از این منظر درست میشه، از در خونه که ورود میکنی اینجا نشیمنه در واقع و تلویزیون دیگه. شما فرض کن اونجا دیواره. آره. دیگه اینم گفتیم که کنار اینو آخر سر اضافه کردیم. بله گفتیم بله. کنار پنجره باشه این بستم اون دیگه الان. خودتون راضین از انتخابتون؟ بله با توجه به شرایط موجود. بله. 100% مسابقه است آقا. 100% بله. امتیاز سیفتون هم خیلی بالاست. دوستان اتاقتون رو ندیدین ها؟ آه. اتاقم ببینیم. آره من این شیره رو چون خیلی دوست دارم میخواستم اینم سالم بچه رو گذاشت. خیلی هم اتاق اوپنه، زیبا و جذاب. ابا سلام ما باز شما رو داریم میبینیم. نه تو زندگی مونی. بریم چیدمان خونه آپاچیا رو ببینیم. بریم خدا شاهده این بود. نه والا متین جان، آقای بابایی جان، رسیدیم به انتهای مسابقه. خسته نباشید اولا. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه. شما همچنین. اگر کم و کسری هست من خیلی عذرخواهی میکنم ازتون. نه خیلی. و اینکه میدونین که یه بخشی از داوری به عهده مخاطبان این برنامه است، صحبتاتون به یه طوری باشه که بهتون امتیازم بدن. بفرمایید. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردین. به هر حال مسابقه است، بر طبق سلیقه خودتون اگر صلاح تونستیم به ما امتیاز بدیم. مرسی خانم ستوده. داشتم یه ذره اینا رو دست آقای بابایی. خب خیلی چاکریم، خیلی ممنون از اینکه ما رو تماشا کردین. لحظاتی که سعی کردیم با همکاری همدیگه لبخند رو لب شما بیاد، تلاشمون بود تو بخش‌های مختلف به عنوان شرکت کننده این قسمت برنامه چیدمانه برقه یه حالی بکنیم کنار هم دیگه که شما هم لذت ببرید. اما راجع به چیدمانه همه تلاشمون بود که شما هم ببینید از این فضای لذت ببرید. میدونم رأی میدید، اصلا نیاز به گفتن نیست، این گروه آپاچیاس. رأی رو بدید بکنیم برداریم ببریم. خیلی خوشحال شدم دیدمتون. به خدا میسپارم. خوشگل شدم از زیارتتون. دمتون گرم. خیلی مگه خسته نباشیم بچه‌ها. خیلی به من خوش گذشت. متشکرم. شما از همین الان تا 48 ساعت قبل از پخش قسمت جدید چیدمانه میتونید طبق سلیقه خودتون به شرکت کننده های این قسمت امتیاز بدید. فقط هم به صورت عددی از 100 تا 1000. بعد چی میشه؟ بعدش وارد قرعه کشی 3 بن تخفیف 20 میلیونی خرید مبلمان از مبلیران میشی. پس همین الان به سامانه پیامکی 90989 پیام بدید و وارد قرعه کشی های جذاب چیدمانه بشی. شاید برنده شما باشی. خیلی متشکریم بینندگان عزیز چیدمانه. بریم برای اینکه
مهمترین بخش برنامه یعنی امتیازدهی داوران رو با هم تماشا بکنیم. میدونم شما هم بی‌صبرانه منتظر هستید بدونید که باربد بابایی و خانم متین ستوده چه امتیازی رو کسب کردن. از کی شروع بکنیم اول؟ با توجه به اینکه باربد رفیق قدیمی بنده است و حواستون باشه که دامادشون هم از دوستان خیلی قدیمی بنده است، با همین دلیل اسم فک و فامیلی با من رفیقن. خیلی ممنونم اگر فک و فامیلی حساب بکنید. خانم شما بفرمایید. خواهش میکنم. خانم شریف. خواهش میکنم. اولا که از نظر من بس یکی از موفق ترین چیدمان ها رو داشتن و نکته خیلی خیلی مهمی که جناب هاشمی لحاظ کرده بودن توی این چیدمان و خیلی مهم هستش این نکته که بیننده های ما بدونن، بحث چرخش رنگ به این صورت رعایت شده بود که رنگی که شما در تخت خواب اتاق خوابشون میدیدین همون تاچ رنگ رو در پتینه کاغذ دیواری های اتاق خواب میدیدید، یعنی یک جای جواب اون رنگ خاص رو داده بودن. بهش میگن ست کردن؟ من بهش میگم چرخش رنگ. این توی نقاشی هم حتی هستش که شما یک رنگ رو باید در جای جای مختلف بوم ببینید تا اون تصویر به طور کلی چشم نواز باشه، یا همینطور توی سالنشون شما رنگ پرده ها رو که یه رنگ یه مقداری شارپتر و متفاوت‌تر بود جوابش رو مدن تو انتخاب فرش داده بودن و این رنگ در کل فضا چرخیده بود و این بسیار فضا را چشم نواز میکنه. بیننده ما به این موضوع اشراف داشته باشن. یکی از المان های مهم برای چشم نوازی فضا چرخش رنگ هستش. آچه عالی، از ریزبینیتون متشکرم. بفرمایید آقا صمد سلیمانزاده عزیز. کوتابیا ایمان خان کوتابیا بگم من در نهایت میگم جدی میخوام بفهمید. به نظر من آیه هاشمی عزیز انتخاب کابینتشون فوق‌العاده است، از سبک نئوکلاسیک استفاده کردن، میز نارخوری هم خیلی خوب استفاده کردن، میز نارخوری خیلی خوبی انتخاب کردن، چیدمانشون هم به نسبت بقیه خیلی منطقی تر و جایگزینی خیلی خوبی داشتن. دوست داشتین کنیم؟ من خیلی دوست داشتم. البته من با ایمان خان یه مقدار مخالفم، ولی خب انتخاب محدوده دیگه. چقدر عجیب انتخاب فضا. مهندس اگه اجازه بدین ببینید تو بحث مردم یه خود قضیه خیلی سلیقه‌ای نگاه میکنن، خیلی مباحث حرفه‌ای معماری رو در نظر نمیگیرن. من میتونم مثال‌های خیلی زیادی براتون بزنم که خب درسته به نظر دیم ها؟ به قول خانم مهندس باید فرهنگ‌سازی کنیم، ولی معمولا خیلی شخصی بهش نگاه میکنن دیگه. مناطق مختلف خیلی متفاوته. برای مثال اینجا متراژ خیلی کوچیکه، در متراژ کوچیک دوست دارن تا میتونن از ابزارهای مختلف استفاده کنن، از کاغذ دیواریهای خیلی شکلی حالا یا شلوغ استفاده کنن که این طرح های شلوغ باعث میشه که آپارتمان خیلی کوچیکتر دیده بشه، که خانم مهندس کاملا باهاش مخالفه. خب همونو منظورمه که خب بالاخره انتخابم در این فضا محدوده با توجه به درسته. امکانات که براشون دیده شده بود. خب ولی با همه امکاناتشون خیلی خوب طراحی کردن به نظرم. بفرمایید آقا صمد. ببینید البته تخت خوابو زیر پنجره گذاشته بودن که اصولا این درست نیست، ولی خب یه جورایی هم به خاطر که یک دیوار نشون نمیدن به خاطر دوربینا انتخابشون باز اینجا میشه گفتش که محدوده. به خاطر محدودیت الان چون عملا ما یک دیوار رو نداریم، یعنی دیوار این خونه رو برداشتن که ما بتونیم داخل رو ببینیم، وگرنه خب شاید می‌خواستن اصلا روی این دیوار بذارن که پشتش به سمت ما درست شده بود که روی این دیوار بود پشتش به سمت ما باشه. خب دوربینا وقتی نشون اگر جاش درست باشه چش کاری داره؟ از نظر اون نه، چون بالاخره بینندگان دارن از دید بله. زاویه دوربین دارن نگاه میکنن، مثل ما نمیبینن. بسیار خوب بسیار خوب. اجازه بدید بریم. خانم شریفی چند امتیاز میدن؟ آقای هاشمی من میخوام به این گروه امتیاز کامل رو بدم. من 500 امتیاز بهشون میدم. خیلی متشکرم. از بس که هارمونی داشت کارشون واقعا قشنگ. خیلی متشکرم. 500 امتیاز. ایمان منم کاملا با خانم مهندس موافقم و امتیاز 500 کامل رو میدم. آفرین به شما. پیش دست دلباز شدن به خاطر تیپ دیگه پارتی داشت. شما پارتی شما شما نه واقعا لیاقتش به خاطر اینکه با شما فامیل هستم من 450 بهشون میدم. اگه نبودم که من بکمتر. خیلی خوب 450 500 میانگین امتیاز 483 درست اشتباه نمی کنم 483 عالی. بله 483 امتیاز به
گروه هنرمند باربد بابایی و متین ستوده در چیدمانه هشتم که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. میدونم که کیف کردید با همه آیتماش، بالاخره دیگه امیدوارم که برای قسمت نهم تو مسابقه ما شرکت بکنید، منتظر شما هستیم. خیلی ارادت من. مبارکتون باشه. تبریک میگم. موفق باشین. سلام، رسیدیم به آخرین گفتگو برنامه چیدمانه. تو خسته ترین حالت چهره و مغزی و روحی و روانی و فیزیکی و پر و پا و کمر و دیسک و اینا رسیدیم. تو هیچ توقعی ازمون نکن، هر چی شنیدی نشنیده بگیر ازش رد. با هم اختلاف سلیقه داشتیم؟ نه اصلا، به هیچ وجه. نه اصلا. آیتم مخمسه، بازیگر رو زدیم. اتاق فرا؟ بله. چک زدم. طبقه بالا که زدی؟ بودیم. آره، طبقه بالا که بودیم. دو سه بارم اومد صاف تو دماغ من. میدونی میخواست مثل که تا یه مرزی پیش بره که دیگه من سکته کنم. یه جا دیگه قفلرم نمیتونستم واکنم. یه تاریک شد، یه روشن شد. دیدم اینجاست. گفتم بهترین زمان ممکنه یه افسری بزنم کارو ببنم. رفت دیگه. آقای ترساگی کی بود؟ من ببخشید زدم توش. چرا زدم؟ من کسم بابا اینقدر خندیدم. میخواستم لگد بزنم. ببین اینقدر خندیدم. قند آب قند دیگه حلال کنه دیگه. یه چکی بود و خیلی نرم و شیک و پس ترسیدید واقعا؟ آره من خیلی. آره. جیغایی که هستم همش. ببین من اصلا در زندگیانیم الان با متین صحبت میکنیم، اصلا انتخاب تفریحی ما قطعا نمیتونه اصلا باشه. اصلا ما تو اینجا انقدر متعهدیم به کار و مسئول که تمام تلاشمون کردیم. آره. ترسیدیم باز ادامه دادیم. نکته زخیمیه. از ترس به خودمون ترسیدیم. از خودت. شما از این ترسیدیم؟ ترس داره؟ امو درس به خودم درزیدم دیدم. درس نداره ولی خیلی باهوشه. من دیدم اون شعره رو فهمیدم یه چیزی. رفتم ازش بگیرم جیغ زد. یه جا پریدیم پایین خانم ستوده. چه اتفاقی افتاد؟ نه پریدم. ترسید بالا تنها بمونه. اونو قراره تو تدوین درش بیارم. نه میبینیمش. در نیاوردن. این ایرج. نه پریدم. من خودم میرم پایین. نه 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 نه. چی بود پایین؟ مرم. قراره یه فیلم از داستانه شاهنامه بسازم. دوست دارید کدوم شخصیت رو بازی کنید؟ سیاوش. چرا؟ چون خیلی برام جذابه. من رستم. چون خیلی خوبه دیگه، رستم خیلی شخصیت جذابه، جاذبه. اگه یک باره خودتونو در دوران یکی از شاعرای معروف ایرانی ببینید، دوست دارید کدوم شاعر باشه و چه شعری رو براتون بخونه؟ شاعرای ایرانو حالا واقعا اینه که همشون رو من خیلی دوست دارم. بی‌نظیر سهراب سپهری و صدای پای آب و اون شعر بی‌نظیرش رو. ولی یک شاعری که حالمو خوب میکنه. کیای بابایی؟ خیام. خیام خواستم بگم. اصلا عجیبه. خیام. اصلا قد زندگی رو خوشگل فهمیده و فهمیده که زندگی بلد. یک شوخیه. خیلی نباید جدیش بگیری. خانم ستوده چشماتون رو میبندین و میخوابین. دلتون میخواد چه خوابی ببینید؟ یه خوابی من که من انقدر زیاد خواب میبینم دلم میخواد خواب نبینم. جدی؟ چون حتی در طول خواب هم مغزم بیداره و باله. یکی از آرزوهامه که خواب نبینم. دوست دارم آف بشه، مغزم باشه. خاموش بشه. چقدر به نظرتون فضای مجازی کمک کرده یا صدمه زدی؟ نمیخوام نگاه تلخی داشته باشم. به نظر من آسیبش بیشتر از سودش بوده. سود داشته ولی آسیبش بیشتره، به دلیل اینکه متاسفانه ما تکنولوژی وقتی در جامعهمون ورود میکنه، بستر در واقع فونداسیون اصلیش اول شکل نگرفته. فرهنگ سازی به معنای واقعیش ایجاد نشده و اون فضای آلوده ای میشه. و تو اون فضا آدم هایی که پشت آیدیا هستن نمیدونی کیان، چیان و با چه هدفی دارن چه کاری رو انجام میدن. اما آگاه سازی تو خیلی از ابعاد یکی از حسنای فضای مجازی. اگر یک پاکون داشتید خانم ستوده، چه چیزی رو از روزگارمون حذف میکردید برای همیشه؟ جنگ. حتما جنگ. اگر قلمو داشتید دنیا رو با چه رنگی میکردید؟ آبی. رنگ آرامشه دیگه.
ولی من رنگ اصیل ایرانی، فیروزه‌ای خیلی دوست دارم. رنگ خوش رنگ. اونم در طیف آبی. آره آره. آبی فیروزه‌ای. اسم خونه که میاد تو ذهنتون چه چیزی میاد؟ یعنی چه چیزی شکل میگیره؟ یعنی ماما. یعنی بابا. امنیت. شعره رو یادم اومد بگم بهت از خیام. یه بیت از اون شعریه که خیام گفته، میگه چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. یعنی رد شده از جهان هستیمون. رد شده خیام. اینو دوست دارم ازش. امیدوارم از این بخش لذت برده باشین. متشکرم. و به خدا میسپارم. خیلی متشکرم. خانواده یعنی عشق، صمیمیت، همدلی. یعنی کسایی داری که برات خیلی با ارزشن. یعنی تو سختی یا غمخوار داری. آدمایی داری که هر چقدر ازشون ناراحت بشی بازم دوستشون داری، بازم به فکرشونی، نمیتونی از دلت بیرونشون کنی. بیاین قدر این خانواده رو بدونیم. خدایی نکرده یهو دیر میشه. مرسی از توجهتون و مرسی از محبتتون. ممنونم که ما رو برای تماشا انتخاب کردین. کماکان سامانه 90989 منتظر پیامک‌های شماست. بهترین ها چیدمانی زندگیتون. میزنم ای به در و دیوار.